ماجرایی که از نظرتان می‌گذرد بر اساس روایاتی است که شاهدان عینی بازگو کردند و در کتاب مقدس ثبت شده است. راوی آن مریم مجدلی است که یکی از پیروان عیسی بوده است. روایت او به گونه هیجان انگیز و دقیق زندگی این مرد بزرگ را بازگو می کند که 2000 سال پیش می زیسته است. گرچه هنرپیشه‌ای که نقش مسیح را ایفا می کند شایسته چنین شخصیتی الهی نیست، با این حال این فیلم تهیه شده است تا ما زندگی عیسی مسیح را درک کنیم و از آن فیض ببریم. نگاه کن، خدا هر شب چه شاهکار هنری میآفرینه. این منو به یاد محبت بی حدش میندازه، محبتش برای من، برای تو. خدایی که همه اینا رو آفریده، من مطمئن نیستم که اون حتی منو ببینه، چه برسه به این که بشناسه. شاید خدا شخص مقدسی رو دوست داشته باشه، اما نه شخصی مثل منو. رفقه، کاش در اون 3 سالی که ما رو تعلیم میداد با من بودی. منظورت عیسی مسیحه؟ صفورا، میتونی درباره مسیح با ما صحبت کنی؟ آره، لطفا داستان تو به ما بگو. بسیار خوب، بیاین تو، بفرمایید. خب، باید از اول شروع کنیم. عیسی رو کی ملاقات کردی؟ نه، برای اینکه ماجرای عیسی رو درک کنیم باید از همون اول شروع کنیم، همونطور که کتاب مقدس به ما تعلیم میده. در ابتدا خدا آسمان ها، زمین، تمام گیاهان، حیوانات، پرندگان و جانداران دریایی را آفرید. او اولین انسان را از خاک سرشت و در بینی او روح زندگی دمید. نخستین انسان آدم نامیده شد. خدا فرمود نیکو نیست که مرد تنها زندگی کند، من برای او معاونی مناسب او خواهم ساخت. پس خدا یکی از دنده های آدم را گرفت، آن را شکل بخشید و زنی ساخت به نام حوا، نه از سرش تا زن بر او فرمان نراند و نه از پاهایش تا مرد او را حقیر نشمارد، بلکه از پهلویش تا با او برابر باشد، زیر بازوی او پناه بگیرد، نزدیک قلب او باشد و محبت شود. خدای پرمحبت مرد و زن را آفرید تا بازتابی از صفات او باشند و هماهنگ با او زندگی کنند. به ایشان اقتدار بخشید تا بر عالم خلقت فرمان برانند. آدم و حوا در حضور خدا در باغ زیبای عدن که او برایشان فراهم ساخته بود زندگی می کردند. خدا در باغ قدم می زد و با ایشان سخن می گفت. نه رنجی بود، نه ظلمی و نه مرگی. خدا به آدم فرمود می توانی از تمامی درختان باغ بخوری به جز درخت شناخت نیک و بد، اگر میوه این درخت را بخوری خواهی مرد. اما یک روز شیطان حوا را وسوسه کرد. او میوه را گرفت و خورد و مقداری نیز به شوهرش داد و او نیز خورد.
عمل ننگین آدم و حوا، یعنی نافرمانی ایشان، نظم و هماهنگی را در باغ عدن برهم زد، یعنی هماهنگی میان خودشان را و نیز هماهنگی ایشان با خدا را. مرد لعنت و محکوم شد به زندگی با کار پرمشقت و زن نیز محکوم شد به دردی افزون تر برای زایمان و به اینکه تحت فرمان شوهرش باشد. اما خدا وعده ای نیز داد، اینکه روزی نسل زن، یعنی نسلی که از خودش تنها به وجود می آید، سر مار را بکوبد. در کتاب مقدس خدای پرمحبت درباره طرحی سخن می گوید برای بازگرداندن هماهنگی و حرمت برای خلقتش. او بخشی از طرح خود را برای ابراهیم پیامبر آشکار فرمود. ابراهیم به خدا توکل می کرد و او را حرمت می داشت. خدا وعده داد که ابراهیم را برکت دهد و همه مردمان جهان را نیز به واسطه او برکت دهد. خدا وعده داد که نسل او را کثیر سازد به سان شنهای کنار دریا و ستارگان آسمان. ابراهیم وعده خدا را باور کرد، پس خدا او را از زمره بندگان عادل خیش دانست و او را دوست خدا نامید. روزی خدا ابراهیم را آزمایش کرد. خدا از ابراهیم خواست که پسرش را قربانی کند. ابراهیم می دانست که از طریق این پسر است که خدا وعده داده نسلش را کثیر سازد و همه مردمان را برکت دهد. با این حال او به خدا توکل کرد و به فرمان او گردن نهاد. خدا ندا در داد، ابراهیم، اکنون می دانم که مرا اطاعت می کنی، زیرا پسر محبوبت را از من دریغ نداشتی. ابراهیم قوچی را در آن نزدیکی دید، پس ابراهیم آن را به جای پسرش برای خدا قربانی کرد. تدارک قوچ به جای پسر ابراهیم تصویر کوچکی بود از طرح عظیم خدا. این طرح می رفت تا لعنت گناه و مرگ را بزداید و رابطه صمیمی انسان را با خدا باز برقرار سازد. کتاب مقدس درباره شخصی سخن میگوید که قرار بود بیاید. او آن قربانی نهایی برای گناهان جهان خواهد بود. پیامبران یهود این شخص را مسیح مینامیدند. ظهور او برکاتی فراوان به همراه می آورد، چرا که او می بایست منجی و پیامبر و پادشاه باشد. اشعیای نبی به توصیف کارهای مسیح پرداخت. آن مسح شده خداوند خبر خوش برای توی دستان خواهد آورد، شکست دلان را التیام خواهد بخشید، آزادی را به اسیران و رهایی را به محبوسان اعلام خواهد داشت که زمان آن رسیده که خدا قوم خود را نجات بخشد. سالها پیش معلمی گام به این جهان نهاد که نامش عیسی بود. آیا او همان بود که قرار بود سر شیطان را بکوبد و به دنیای تاریک ما نور ببخشد و به جای لعنت ما را خجسته سازد؟ آیا ممکن بود او همان مسیح موعود باشد؟ آیا می توانست انسان را از ترس و ننگ و ذلت رهایی بخشد؟ دختر جوانی بود که در شهر ناصره زندگی می کرد و به عقد مردی به نام یوسف در آمده بود. نام او مریم بود. خداوند با توست و تو را بسیار فرخنده ساخته است. مترس مریم، خدا به تو التفات فرموده است. تو باردار شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. اما من باکره هستم، این چگونه امکان داره؟ روح القدس بر تو خواهد آمد
و قدرت خدا بر تو سایه افکن خواهد شد. فرزندی که حمل خواهی کرد بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خیش تو الیزابت نیز در سن پیری فرزندی خواهد آورد و او که نازا خوانده میشد اینک 6 ماه آبستن است، زیرا هیچ امری نزد خدا محال نیست. اینک من کنیز خداوندم، باشد همونطور که تو گفتی شود. پس مریم شتابان به دیدار دختر خاله خود الیزابت رفت. الیزابت؟ مریم؟ دختر خاله عزیزم؟ پس حقیقت داره؟ تو در میون تمامی زنان فرخنده ترینی و متبارک از فرزندی که هم میکنی. چگونه ممکن است چنین افتخاری نصیبم شود که مادر خداوندم به دیدار من بیاید؟ به محض شنیدن صدای تو طفل در رحم من به حرکت در آمد. جان من خداوند را می ستاید. جانم شادمان است به سبب منجم خداوند بزرگ، چرا که از من کنیز حقیر خود یاد کرد. از این پس مردمان همگی مرا خجسته خواهند خواند. مریم 3 ماه پیش الیزابت ماند. چون یوسف آگاه شد نامزدش مریم باردار است، تصمیم به ترک او گرفت. اما خدا فرشته ای رو در خواب نزد یوسف فرستاد. از گرفتن مریم همچون همسر خیش هراسان نباش، زیرا بارداری او به واسطه روح القدس بوده است. او پسری خواهد آورد و تو او را عیسی نام خواهی نهاد، چرا که قومش را از گناهانشان خواهد رهانید. پس یوسف مریم را به همسری گرفت. عیسی در بیت لحم در استبلی چشم به جهان گشود، چون نزد خیشان جایی برای آنان نبود و انبوهی از فرشتگان ولادت او را اعلام داشتند. چون زمان آن رسید که طفل را ختنه کنند، او را عیسی نام نهادند، به معنی خدا نجات می بخشد. و مریم و یوسف طفل را به معبد بزرگ بردند تا او را به خداوند تقدیم کنند. در آنجا نبیی به نام شمعون به ملاقاتشان آمد. این طفل برگزیده خداست برای افتادن و برخاستن بسیاری. او نشانه ای خواهد بود از جانب خدا که بسیاری بر ضد او سخن خواهند گفت و بدین سان اندیشه های نهان خود را آشکار خواهند ساخت و اندوه به سان شمشیری بران قلب تو را خواهد شکافت. وقتی ماجرای مریم را شنیدم، دانستم که عیسی میبایست کسی برتر از یک پیامبر باشد. وقتی فرشته عیسی رو پسر خدای متعال خون، منظورش چی بود؟ یقیناً منظورت این نیست که خداوند با زنی ارتباط داشته. نه، نه، نه. فراموش نکنین که مریم باکره بود. جسمگیری عیسی در رحم مریم واقعاً معجزه روح خدا بود. خدا قادر به انجام هر کاریه. آیا اینو باور نمی کنین؟ عیسی از یک زن مثل من و شما زاده شد، اما به سبب ماهیت معجزه‌آسای ولادتش
اون بسیار برتر از انسان عادی. از گناهان خود دست بشویید و قسم تعمید یابید و خدا گناهانتان را خواهد بخشید. وقتی که پسر الیسابات یحیای تعمید دهنده مردان و زنان را در رود اردن قسم تعمید میداد، خدا قبلا در این باره گفته بود: من شما را با آب قسم تعمید میدهم، اما کسی می آید که از من بس بزرگتر است، مرا لیاقت آن نیست که بند نعلینش را بگشایم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او کجبید خود را در دست دارد تا کاه را از قلعه جدا سازد و گندم را در انبار خود جمع کند. و روح القدس به شکل کبوتری بر عیسی فرود آمد و ندایی از آسمان در رسید که گفت: تو پسر عزیز من هستی که از تو خوشنودم. عیسی پس از غسل تعمید در آن منطقه به سفر پرداخت و پیامش اقتدار او را ثابت می کرد. آیا این پسر مریم نیست؟ چرا؟ خودشه. ساکت باشین. روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم. او مرا فرستاد تا اعلام کنم خبر رستگاری اسیران و بینایی کوران را و ستم دیدگان را آزاد سازم و اعلام کنم که وقت نجات قوم خداوند فرا رسیده است. خوب سخن میگوید. این نوشته امروز به حقیقت پیوست، همان گونه که شنید. کتاب آسمانی تحقق یافته، اما فقط مسیح میتواند این وعده را تحقق بخشد. از کجا بدونیم؟ بیشک برای من این سخنانش بسیاری را به حیرت وامی داشت و معجزاتش سبب شد که بسیاری ایمان آورند. خودشه، بازم اومد. اون کیه؟ این همون معلم است از ناصره. عیسی. سلام. سلام. برگرد، جای تو اینجا نیست. استاد، کاری به او نداشته باش. حتی با نگاه کردن به او نباید خودتان را آلوده سازید. مریم. ای عیسای ناصری، از ما چی میخوای؟ ما میدونیم تو کی هستی. تو قدوس خدایی. خاموش باشید. ای ارواح خبیث، از این زن بیرون آیید. مرده؟ این مرد اون زن رو کشت. میخواد بهش دست بزنی؟ نه، یک مرد مقدس چنین کاری نمی کنه. مریم، ای دختر ابراهیم، ای دختر ابراهیم، ای دختر زنده است. این معجزه است. این مرد کیست؟ حتی ارواح هم او را اطاعت میکنند. این معجزه است. این یه معجزه است.
این معجزه است. چطور ممکنه؟ سپاسگزارم. 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 از آن روز به بعد من پیرو او شدم. میخواستم باعث خوشنودی خدا شوم. سالها با رسوایی زندگی کرده بودم، اما عیسی حرمت رو به من بازگردوند. قدرت او تمام ارواح خبیث رو بیرون کرد. اوه عزیزم. صفورا آروم بگیر. دیانا، تو تعالیم عیسی رو شنیدی و بسیاری از معجزات او رو دیدی؟ آره. پس میدونی چرا همه چیز رو برای پیروی از او رها کردم؟ فقط من نبودم، شاگردانشم بودند. شمعون پتروس، برتولما، متا، یهودای اسخریوتی و بقیه اون 12 نفر. همچنین زنا، سوسن، یونا، خودم و دیگرانی که از داراییمون معاش او و شاگردانش رو تأمین میکردیم. همه ما امید داشتیم که سرانجام خدا مسیح موعودو که منتظرش بودیم فرستاده. ما قطعاً به یک نجات دهنده نیاز داشتیم. دولت روم مستبدانه بر ما حکومت میکرد. اونا هر چیز ارزشمندو از ما میگرفتند و از چیز کمی هم که باقی میموند مالیات میگرفتند. ما گرسنه بودیم، هم جسمن و هم روحن، و نیاز داشتیم کسی راه خدا رو به ما نشون بده. اکثر ما پس از سالها سرخوردگی و کشمکش حتی نمیتونستیم امید داشته باشیم، اما عیسی هر جا میرفت امید به ارمغان میآورد. اون کیه؟ یه مرد جوون، تنها به سر یه بیوه زن. مرد جوان برخیز. پسرم، پیامبری بزرگ در میان ما ظاهر شده. خداوندم، خداوند اومده تا قومش رو نجات بده. متشکرم. پسرم. خوشا به حال شما مسکینان، زیرا که ملکوت آسمان از آن شماست. خوشا به حال شما گرسنگان، زیرا که سیر خواهید شد. خوشا به حال شما که اکنون گریانید، زیرا خواهید خندید. خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند، شما را دشنام دهند و چون شریر از خود برانند. در آن زمان شاد باشید و وجد نمایید. بدانید که اجر شما در آسمان عظیم می باشد. 16 17 18 19 20. فقط همین رو دارم. منظور چی که فقط همین؟ وای بر شما ای ثروتمندان، زیرا ایام خوشی شما به پایان رسیده است. اون نمیخواد پول دار باشد، من دیوونه‌ست. وای بر شما که اکنون خندانید، زیرا گریه و ماتم در انتظار شماست.
وای بر شما وقتی که مردم شما را تحسین کنند، چرا که نیاکانشان نیز با پیامبران دروغین چنین کردند. لیکن ای شنوندگان به شما میگویم، دشمنانتان را دوست بدارید، به آنان که از شما نفرت دارند نیکی کنید، برای لعن کنندگانتان برکت بطلبید، برای بدرفتاران دعای خیر کنید. هر که سیلی بر گونه تو زند، آن سوی را نیز بگردان. و کسی که ردای تو را بگیرد، قبایت را نیز از او مزایقه مکن. هر کس تو چیزی بخواهد بدو ببر. و اگر کسی مال تو را بگیرد، آن را پس مخواه. با دیگران آن کنید که انتظار دارید با شما رفتار کنند. اگر کسانی را محبت نمایید که شما را محبت می کنند، چرا باید اجری دریافت دارید؟ زیرا گناهکاران نیز دوستداران خود را محبت می کنند. اگر احسان کنید با هر که به شما احسان کند، چرا باید اجری دریافت کنید؟ گناهکاران نیز چنین می کنند. چطور می تواند به او دست بزند؟ چطور می تواند با او سخن بگوید؟ نفرت انگیزی. آری، به دشمنان خود محبت و نیکی کنید و بدون امید عوض قرض دهید، زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود و فرزندان خدای متعال خواهید بود، زیرا خدا با ناسپاسان و خطاکاران نیز مهربان است. پس رحیم باشید چنان که پدر شما نیز رحیم است. ما را نجات بده عیسی. داوری نکنید تا بر شما داوری نشود، و حکم نکنید تا بر شما حکم نشود. ببخشید تا خود نیز بخشیده شوید. خداوند ما را هدایت کن. بدهید و به شما داده خواهد شد، زیرا به همان پیمانه ای که میدهید به شما پس داده خواهد شد. آیا کور میتواند کور را راهنمایی کند؟ آیا گمان نمی کنید که هر دو در چاه بیفتند؟ چرا پر کاهی را که در چشم برادر توست می بینید و چوب در چشم خود را نمی بینید؟ ما را هدایت کن استاد. ما همین الان به تو نیاز داریم. خوشا به حال مادری که تو را هم کرد و شیر داد. خوشا به حال کسانی که کلام خدا را می شنوند و اطاعت می کنند. عیسی تعلیم داد که خدا حتی بدترین گناهکاران و دشمن خودش نمیشموره، بلکه مثل گوسفندان گمشده‌ای که تلاش میکنه اونا رو به گله برگردونه. ما نمیدونستیم که چنین نگرش پر از محبتی حتی برای اونایی بود که ما سالها تحقیرشون میکردیم، یعنی یهودیان دورگهی که با سایر ملتها وصلت کرده بودن، تا اونکه عیسی بران شد که از سامره عبور کنه. این زنی که مورد نفرت هم از کیه؟ اون یه زن سامریه، همین دلیل کافی نیست؟ زود باشیم، باید خوراک بخریم، نباید استاد منتظر نگه داریم. ممکن است به من آب بدهی؟ تو یه یهودی و من یک زن سامریم، چطور میتونی از من آب بخوای؟ اگر میدانستی خدا چه موهبتی میبخشد و کیست آن که از تو آب میخواهد، از او درخواست میکردی و او به تو آب حیات بخش میداد. آقا، شما دلو نداری و چاه عمیقه، از کجا میتونی آب بیاری ها؟ این چاه و جد ما یعقوب به ما داده، اونو فرزندانش و گله هاش از این چاه می نوشیدن. حتما منظورت این نیست که از یعقوب بزرگتری. هر کس که از این آب بنوشد باز تشنه گردن، اما هر کس که از آبی که من می دهم بنوشد، دیگر هیچگاه تشنه نخواهد شد.
آبی که من میدهم در ایشان چشمه ای خواهد شد که آب حیات بخش از آن میجوشد. آقا، از این آب به من بده تا دیگه تشنه نشم و برای آب کشیدن به اینجا نیا. برو شوهرت را بخوان و بازگرد. من شوهر ندارم. درست گفتی که شوهر نداری. تا به حال 5 بار شوهر کرد و مردی که اکنون با او زندگی میکنی به راستی شوهرت نیست. حقیقت را گفتی. آقا، میبینم که پیامبری. نیاکان سامری من خدا را در این کوه میپرستیدند، اما شما یهودیان میگید که خدا را باید در اورشلیم پرستید. ای زن، مرا باور کن، زمانی خواهد آمد که پدر را نه در این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان واقعا نمیدانید که را میپرستید. زمان موعود اکنون فرا رسیده که مردمان با قدرت روح القدس پدر را آنگونه که هست خواهند پرستید و آن پرستش خالصی را که آرزوی اوست به او تقدیم خواهند داشت. خدا روح است و انسان تنها با قدرت روح اوست که میتواند او را آنگونه که هست بپرستد. این همون زنه؟ چرا با اون حرف میزنه؟ میدونم اون زن کیه؟ من میدونم که مسیح خواهد آمد و چون بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. من خود او هستم. من خود او هستم. من خود او هستم. بیایید، بیایید و مردی رو ببینید که هر چه انجام داده بودم به من باز گفت. بیایید، ممکن اون مسیح باشه؟ مسیح؟ مسیح؟ ممکنه؟ مسیح موعود؟ نه، امکان نداره. بیایید و ببینید، بیایید، بیایید. استاد، چیزی بخورید؟ من خوراکی برای خوردن دارم که شما از آن چیزی نمیدانید. کسی براش خوراک آورده؟ خوراک من اطاعت از خواست کسی است که مرا فرستاد و تمام کردن کاری است که به من سپرده. محصول اکنون رسیده و آماده درو است. نگاه کن چه گروه بزرگی داره میاد. مگر خبر خوشی هم برای سامریان هست؟ مردم شهر برای دیدن عیسی آمدند و از او خواهش کردند که بماند و تعلیمشان دهد. 2 روز ماندیم و بسیاری از سامریان به او ایمان آوردند. سوال کنید که به شما داده خواهد شد، به طلبید که خواهید یافت، به کوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. زیرا هر که سوال کند خواهد گرفت و هر که به طلبت خواهد یافت و هر که در را بکوبد برای او باز کرده خواهد شد. اگر پدر باشید و پسرتان از شما ماهی بخواهد، به او مار خواهید داد؟ یا عقرب اگر تخم مرغی بخواهد؟ شما که خطاکاری میدانید چگونه باید چیزهای نیکو را به فرزندانتان بدهید. پس چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به آنان که از او بطلبند. این را به شما میگویم، اندیشه مکنید به جهت جان خود که چه بخورید و نه برای بدن که چه بپوشید، زیرا که جان از خوراک برتر و بدن از پوشاک بالاتر است. گنجشک‌ها را ببینید، آنها نمی کارند و نمی دروند و نه در انبارها ذخیره می کنند و خدا آنها را می پرورانند.
آیا شما چند مرتبه از مرغان بهتر نیستی؟ کدام یکی از شما با قصه خوردن میتواند به طول عمر خود بیفزاید؟ وقتی توان چنین کار کوچکی را نداری، چرا برای ما بقی میاندیشی؟ سوسن‌ها را بنگرید چگونه نمو میکنند. آنها نه زحمت میکشند و نه میریزند. اما سلیمان پادشاه با همه جلالش مثل یکی از اینها آراسته نشد. پس اگر خدا علفی را که امروز در صحراست و فردا در تنور افکنده میشود چنین میپوشاند، بیشک بسی بیشتر شما را خواهد پوشانید. ای کم ایمانان، ایمانمونو زیادتر کن. اگر ایمانی به اندازه دانه خردر می داشتید، می توانستید به این درخت توت بگویید ریشه کن شو و در دریا کاشه شو و درخت از شما اطاعت می کرد. وسوسه به گناه به یقین خواهد آمد، اما وای بر آن کس که مسبب آن باشد. برای او بهتر می بود که سنگی به گردنش ببندند و به دریا بیفکنند تا اینکه باعث گناه کردن یکی از این کوچکان گردند. می دانید ملکوت خدا مانند چیز؟ مانند این است که دانه خردلی را شخصی گرفته در باغ خود می کارد، پس رویده درختی بزرگ می گردند. بعدی که مرغان هوا در شاخهایش آشیانه می گیرند. من که نمی فهمم راجب چی داره حرف می زنه. چرا تو با خرشگیران و سایر مطرودان بر سر سفره می نشینی؟ مطرودان؟ تندرستان را نیازی به طبیب نیست، بلکه بیماران نیازمندند. من نیامدم تا عادلان را به توبه دعوت کنم، بلکه گناهکاران را. دخترم رو نجات بدهید. آقا ترحم کنید، فقط 12 سال داره، در حال مرگه. تمنا میکنم با من بیایید. بذارین اگر بتونم فقط برداش دست بزنم شفا پیدا میکنم. یاروس متاسفم. ایسا دخترت مرده است، دیگر مزاحم استاد من شد. ترسان مباش، فقط ایمان آور، او بهبود خواهد یافت. چه کسی مرا لمس کرد؟ کسی مرا لمس کرد؟ میدانم زیرا قدرتی از من ساخت. چی میگه؟ من بودم که تو رو لمس کردم. 12 سال از خونریزی رنج بردم. تمام داراییمو به پزشکا دادم و فایده ای نکرد. اما وقتی انگشتانم به ردای شما خورد شفا یافتم. دخترم، ایمانت تو را شفا داده است. در آرامش برو، در آرامش برو. سپاسگزارم. دخترم خاند؟ بله، کسی رو که طبق شریعت ما 12 سال ناپاک بود. عیسی حرمت اون زن رو بهش برگردوند. نمیدونم کدوم بیشتر شفا میاره، قدرت عیسی یا شفقتش.
گریان نباشید. او نبرده است، بلکه در خواب است. فرزند، برخیز. او را غذا ده و تأکید میکنم با کسی از آنچه اینجا اتفاق افتاد سخن مگوید. او زنده است، دختر ارباب، عیسی او را زنده کرد. خدا رو شکر زنده است. خبر معجزات عجیب عیسی همه جا پخش شد و افراد بیشتری شروع به پیروی از او کردند. استاد، مردم را روانه کن، بروند به دهات و مزارع اطراف خوراک و سرپناه پیدا کنند. اینجا هیچ چیز نیست. شما خودتان به ایشان خوراک دهید. ولی ما فقط 5 تا نون داریم و 2 تا ماهی. ای خدای بزرگ، مالک جهان، تو متبارک هستی. تو هستی که از زمین به ما نان می‌دهی. ما همه خوردیم و سیر شدیم و وقتی تکه های اضافی رو جمع کردیم 12 سبد پر شد. این معجزه حیرت انگیزی بود که مواهب عیسی رو به یاد ما میاره و باعث میشه او رو پیروی کنیم. از شما چه کسی مرا پیروی میکند؟ استاد، من شما را پیروی خواهم کرد، اما اول بگذارید بروم و با خانواده هم خداحافظی کنم. هر کس شروع به شخف زدن کند و بعد به پشت سر نظر کند شایسته ملکوت خدا نمی پشد. کسی که میخواهد مرا پیروی کند باید خود را فراموش کرده و هر روز صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید. هر کی بخواهد جان خود را نجات دهد آن را از دست خواهد داد. و آن کس که جانش را به خاطر من از دست دهد آن را نجات خواهد داد. انسان را چه سود اگر تمام جهان را ببرد اما نفس خود را برباد دهد؟ زیرا هر که از پسر انسان و کلام او عار دارد، او نیز وقتی که در جلال خود و پدر و فرشتگان باز آید، بیگمان از او عار خواهد داشت. یقین بدانید بعضی از حاضرین در اینجا هستند که تا ملکوت خدا را نبینند نخواهند مرد. ترسان نباشید ای گله کوچک، چرا که خواست پدر شما اعطای ملکوت به شماست. آنچه دارید بفروشید و به فقرا و مسکینان بدهید. گنج خود را در آسمان اندوخته کنید، زیرا در آنجا دوز نخواهد بود و بی بانزیان نمیرسند. آنگاه دل شما همان جا خواهد بود که ثروت شما جای دارد. ای زن، تو از این بیماری رهایی یافتی.
نگاه کنید، نگاه کنید، شفا یافت. این معجزه است. نگاه کنید، شفا یافته. بیاین بیاین ببینید. بازم یه معجزه. شکر، شکر ای خداوند. هشتگه سال خدا خیرت بده. در هفته 6 روز باید کار کرد، پس در یکی از اون روزها بیایید و شفا بگیرید. نه در سبت که روز خداوند است. ای ریاکاران، همه این شما در روز سبت گاو یا الاغ خود را باز می کند و بیرون می برد تا با آن آب بدهد. حال در اینجا یکی از دختران ابراهیم هست که شیطان 18 سال او را در قید و بند نگه داشته بود. آیا نمی بایست او را در سبت رهایی داد؟ مقامات رومی و رهبران مذهبی ما از پیروان عیسی احساس خطر کردند. شنیدم که بسیاری از او همچون پادشاه استقبال کردند. پادشاه؟ پادشاه گدایان و مطرودان و دزدان. از این آدم ها قبلن هم دیده ایم. با هزاران ادعا می آیند و بد می روند و فراموش می شوند. کور نباش، پیروان او هر روز بیشتر می شن. مردم اونو تحسین می کنند و فکر می کنند که او پادشاه هست. بگذارید هشداری به شما بدهم. اگر این شخص بیش از این آرامش را برهم بزند، آن را از چشم شما خواهم دید. شاید حق با اوست. وقت آن است که با این جلیلی مقابله کنیم. خیلی کمه. فقط 2 سکه کوچیک. نمیتونی بیشتر بدی؟ به شما میگویم که این بیوه زن فقیر بیش از دیگران انداخت، زیرا دیگران هدیه خود را از ذخیره ثروت خود دادند، اما او که این چنین فقیر است تمامی معشیت خیش را اهدا کرد. به ما بگو با چه حقی این کارها را میکنی؟ چه کس این حق را به تو داده است؟ بگذارید پرسشی از شما بکنم. به من بگویید یحیی حق تعمید دادن را از خدا گرفته بود یا از انسان؟ ما نمیدانیم از کجا بوده است. پس من نیز به شما نمیگویم با چه اجازه این کارها را میکنم. اما مخالفان او به جای درک شفقتش فقط میخواستند دلیلی برای متهم کردن او پیدا کنند. موهی ارتکاب زنا گرفتار شده. در شریعت ما موسی حکم کرده که چنی زنی سنگسار بشه. سنگسارش کنی. سنگسارش کنی. سنگسارش کنی. سنگسارش کنی. ای روستی. سنگسارش کنی. شما چه میگویید؟ استاد، ما 2 شاهد داریم. با این زن چه کنیم؟ اون مرد کجاست؟ شریعت میگه که اون مرد هم باید محاکمه شود. هر که از میان شما که گناه ندارد سنگ اول را به این زن بزند. Oh!
ای زن، کجا رفتم؟ کسی نمانده که تو را محکوم کند؟ هیچ کس آقا. پس من نیز تو را محکوم نمی کنم. پس من نیز تو را محکوم نمی کنم. پس من نیز تو را. اکنون برو و دیگر گناه نکن. من. حالا میتونی ببینی؟ آه، من میتونم ایستم ببینم. نگاه کن. اون شریعت را زیر پا میگذارد. برزگری به جهت کاشن دانه بید و سبت را میشکند و هنگام دانه کاشتن بعضی در کنار و با گناهکاران معاشرت میکند. اگر بگذاریم ادامه دهد همه به او ایمان خواهم آورد و رومی ها وارد عمل میشوند و معبد ما را ویران میکنند و بعضی در زمین نیکو پاشی میشوند. اونا نتونستن عیسی رو به دام بندازن یا مانع پیروانش بشن، اما تصمیم گرفتن مانع بشن که او ادعا کنه که مسیح موعوده و کسی رو یافتن که حاضر بود به او خیانت کنه. عیسی اغلب پیروانش رو برای دعا به کوه زیتون می برد. اون شب او عمیقاً مضطرب به نظر می رسید. برای چه در خواب هستید؟ برخیزید و دعا کنید تا در وسوسه نیفتید. یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می‌کنید؟ خداوندا، شمشیرهای ما را به کار ببرید. بیایید بازداشتش کنید. کافی است دیگر. آیا لازم بود با شمشیر و چماق بیایید مگر من جنایتکارم؟ هر روز با شما در معبد بودم و سعی نکردید بازداشتم کنید. اما این وقت شماست که عمل کنید. زمان فرمان روایی تاریکی. بازداشتش کنید. دوستش بهش خیانت کرد. یکی از پیروانش؟ کسی که خوب میشناختیم و به او اعتماد داشتیم. خوب مراقبش باشی. اون شب مامورا او رو تحقیر کردند و زدند. کیتا رو زد، حت بزن. نباوت کن، حالا کیتا رو میزنه. بس کنی، گفتم بس کنی. اونو پیش شورا بیاری. بگو، آیا تو مسیح هستی؟ اگر بگویم، مرا باور نخواهید کرد و اگر پرسشی بکنم، جواب نخواهید داد. اما از اکنون پسر انسان بر دست راست خدای متعال خواهد نشست. پس تو پسر خدایی؟ تو میگویی که هستم. دیگر احتیاجی به شاهد نیست. داره کفت میگه. خودتون شنیدین که کفت بود؟ چه کسی بهش این افتاده را داده؟ خودتون این کفت رو شنیدین. خودتون شنیدین.
همه ما شنیدیم که اون چه گفت. کوبید حقشه که ببینید. او را نزد پیلاتوس خواهیم برد. بله، او را ببرید. بله، بله، ببرید. پس او را به حضور پنتیوس پیلاتوس فرماندار رومی آوردند. پیلاتوس که فرماندار بیرحمی بود، هزاران نفر را به صلیب کشیده بود. صبح به این زودی اینجا چه کار داری؟ این مرد را گرفتیم که قوم ما را گمراه میکرد. او در شهر محمد جنجالی بپا کرد. در نظر ما او مجرم است. به مردم میگوید به امپراتور مالیات ندهند و ادعا میکند که مسیح موعود است. پادشاه! پادشاه؟ آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ تو گفتی که هستم. ما پادشاهی جز امپراتور نداریم. ما شریعتی داریم و طبق شریعت ما او باید بمیرد، چون ادعا کرده است که پسر خداست. این مرد کاری که سزاوار مرگ باشه نکرده. پس دستور میدم شلاقش بزنن، بعد آزادش کنن. اگر رهایش کنی دوست امپراتور نیستی. شلاقش بزن. هر که ادعای پادشاهی کنه علی امپراتور طغیان کرده. پیلاتوس، منتظر چی هستی؟ بکش، بکش، مصلوبش کن. اون هیچ خطایی نکرده. مصلوبش کن. اون چر میره بکن مسیحش. شمعون قیروانی قربان. بیا برو اینجا. من آبارو بباری. اونه ببر. برو چلو. بلش کنی. برای تو گریانی جرعی بنوش، بنوش خداوندا، بنوش، بنوش. ای زنان اورشلیم، برای من گریان نباشید، بلکه برای خود و فرزندانتان گریان باشید. زیرا اگر این اتفاقات بر چوب تر می افتد، بر چوب خوش چه خواهد شد؟ خدا کمکت کنه. برای دعا می کنی. Yeah!
اینان را به بخش بدر، زیرا نمی دانند چه می کنند. دیگران را نجات داد، بوکسر خودش را نجات دهد. بله، اگر مسیح هستی خودت را نجات بده. از صلیب بیا پایین. معجزه ای به ما نشون بده. هر که بر دار آویخته شود ملعون خداست. الدو به سان شمشیری بران قلب مرا خواهد شکافت. و اندو به سان شمشیری بران قلب تو را خواهد شکافت. اگر تو مسیح نیستی، خودت رو و ما رو نجات بده. از خدا نمی ترسی؟ ما همون مجازاتی رو گرفتیم که اون گرفته، اما اون هیچ خطایی نکرده. عیسی منو به یاد بیار وقتی چون پادشاه میایی. به تو قول میدم که امروز در فردوس خواهی بود با من. حوالی ظهر آسمان برای 3 ساعت تاریک شد. پدر، روح خود را به دست تو می سپارم. مجد و جلال خدای راست، به راستی که این مرد بیگناه بود. مرد صالحی بود از شورای یهود که در محکوم کردن عیسی نقشی نداشت. نامش یوسف رامعی بود. او از پنتیوس پیلاتوس اجازه خواست تا پیکر عیسی رو پیش از شروع سبت هنگام غروب در مقبره‌ای در اون نزدیکی قرار بده. ما رو ببخشین، به دنبال بدن عیسی میریم. بفرمایید، بشتابید، سبت فرا میرسد.
چرا اونو کشتن؟ اگر اون از طرف خدا بود چرا اجازه داد اونو بکشن؟ ها؟ منم همه این سوالا رو داشتم. عیسی بر ارواح خبیث قدرت داشت، حتی مرگ هم از او اطاعت میکرد. یعنی نمیتونست جلوی اینو بگیره؟ من 3 سال از او پیروی کردم به این امید که او مسیح موعود باشه، اما حالا او رفته بود. من چه میبایست بکنم؟ چه داستان غمگینیه. اما پایان داستان پرشکوهه. یک شنبه صبح زود، روز سوم، به سر مقبره می رفتیم و عطریاتی برای تطهین بدن عیسی می بردیم. سنگ در مقبره غلطیده. سنگ غلطانیده شده بود. ما داخل رفتیم اما پیکر خداوند ما آنجا نبود. بدن خداوند ما رو بردن و نمیدونیم کجا گذاشتن. نبود؟ چطور ممکن است؟ برین خودتون ببینین. پتروس بعد از وارسی مقبره پیش بقیه شاگردا رفت، اما من بیرون موندم حیران و گریان. شاید سربازا او رو برده باشن یا فریسیان. تمام امید ما رو از بین بردن. لااقل میتونستن بدن او رو برای ما بگذارن. ای زن چرا گریانی؟ خداوندم رو از اینجا بردن، من نمیدونم اونو کجا گذاشتم. ای زن چرا گریان؟ چه کسی را میجوی؟ آقا اگه شما اونو برداشتین بگین کجا گذاشتین، من میرم اونو بر میدارم. مریم؟ استاد مرا باز مدار، چرا که هنوز نزد پدر بالا نرفتم. سرورم شما زنده این؟ برو و این خبر را به برادرانم بده. ما رو از یاد نبردین، خدا ما رو رها نکرده. به آنها بگو خداوندمونو دیدم، مسیح موعودو دیدم. آیا اون زنده شد؟ بله. آخه چطوری؟ مرگ نتونست اونو نگه داره. پس چرا لازم بود بمیره؟ تا مرگ و شکست بده. من اون روز درک نکردم، اما بعد از اون عیسی بارها بر ما ظاهر شد و ما رو تعلیم داد. صدها سال پیش از آمدن عیسی
پیامبران یهود پیشگویی کرده بودند که مسیح موعود میبایز رنج بکشه. اشعیا نبی نوشته برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم و از زخمهای او ما شفا یافتیم. موسی فرموده بود هر که بر درخت آویخته شود ملعون خداست. وقتی عیسی بر صلیب مرد، لعنت مرگ ما را، لعنت مرگ مرا بر خود گرفت. قربانی و زنده شدن او ما را از چنگال شرارت آزاد کرد و ما را از قدرت تاریکی رهانید و ترس و شرم و از زندگی ما برداشت. این همون برکتی بود که خدا به جد ما ابراهیم وعده داد وقتی که گفت همه مردمان جهان از طریق او برکت خواهند یافت. همه مردم؟ حتی زنا؟ عیسی منو دختر ابراهیم خوند. تو هم دختر عزیز او هستی، دختری که او میخواد برکت بده، مثل اون زنی که او رو از 12 سال خونریزی شفا داد، یا خود من. هیچ کدوم از ما دیگه لازم نیست تو ترس و ننگ زندگی کنیم، دیگه لازم نیست حقمون پایمال بشه. عیسی در مورد خودش فرمود: روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم. او مرا فرستاد تا اعلام کنم خبر رستگاری اسیران و بینایی کوران را و ستم دیدگان را آزاد سازم و اعلام کنم که وقت نجات قوم خداوند فرا رسیده است. عیسی حتی زنایی که در اثر امراض بیمار شده بودند و ناپاک به حساب می اومدند لمس می کرد و اونا را شفا داد. او کودکان و مردان و زنان را تعلیم می داد، ثروتمند و فقیر، عادل و گناهکار و شخصیتشون را بهشون بر می گردوند و شفقت عظیم خودشون نشون می داد. مردم ها را شفا می داد، ارواح خبیث و بیرون می روند و اونا را از اسارت شیطان رهایی می داد. این نشون میده که او بر ارواح خبیث و همه روحا قدرت داره. عیسی دخترا و پسرا رو زنده کرد و نشون داد که حتی بر مرگ قدرت داره. و وقتی او رو مصلوب کردن، شیطان و ارواح خبیث فکر کردن که به پیروزی دست یافتن، اما عیسی زنده شد و بر هر قدرت شرارت و مرگ پیروزی یافت. پس اون همون مسیح بود؟ فقط مسیح موعود که از جانب خدا می آید می تواند این کارهای معجزه آسا را بکند، همونطوری که عیسی می کرد. و فقط کسی که مانند عیسی رحیم و قدرتمند و قابل اعتماد باشه شایسته وقف و سرسپردگی ماست. وقتی خدا جهان آفرید، مرد و زن و سرش تا در حضور او زندگی کنند و شادی او رو حس کنند، این طرح خدا بود. اما ما او رو باور نکردیم و از او نافرمانی کردیم. این عمل شرم‌آور ما رو از خدا جدا ساخت و رابطه صمیمی مرد و زن رو به هم زد. ما نیز به این نافرمانی ادامه دادیم. کتاب مقدس می‌فرماید کسی نیست که گناه نکند، عاقبت این گناه مرگ و جدایی از خداست. اما خدا خوشنود نبود که ما از او و محبتش جدا بمونیم و در ننگ و ترس زندگی کنیم. پس خدا همونطور که قوچی مهیا ساخت تا به جای پسر ابراهیم بمیره، عیسی رو نیز فرستاد تا به جای ما بمیره. زندگی، مرگ و زنده شدن عیسی، رابطه میان خدا و تمام اونایی که او رو پیروی کنند باز برقرار می‌سازه. و این رابطه نزدیک با خدای متعال پایان نمی‌پذیره، حتی وقتی می‌میریم. مجرم روی صلیب پیش از مرگش به عیسی ایمان آورد و عیسی به او وعده داد که امروز تو با من در فردوس خواهی بود.
آنانی که به عیسی اعتماد می‌کنند از مجازات ابدی رهایی می‌یابند و تا ابد با خدا زندگی خواهند کرد. چه جوری؟ با پیروی کردن از او با ایمان. اما چطور منو می‌پذیره؟ اون مریم و منو پذیرفت. از کجا بدونم؟ به او اعتماد کن، از او بطلب، با او سخن بگو. حالا بیاین همه دعا کنیم. خداوندا، ای پدر آسمانی من، تو قدوس و عادلی، سپاس که مرا دوست می‌داری. من در حق تو گناه کردم. سپاس که مسیح موعود عیسی را فرستادی تا لعنت و شرم و محکومیت را نابود کند. سپاس که او به جای من مرد. میخواهم از منجی زنده ام پیروی کنم. سپاس که مرا بخشیدی و مرا پذیرفتی. آمین. 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 متشکرم. متشکرم. عیسی فرمود: گوسفندان من صدای مرا میشنوند. من آنها را میشناسم و آنها از من پیروی میکنند. رفقه او تو را میشناسه و تو را دوست داره. این آغاز رابطه ای ابدی است که وقتی او را بهتر میشناسیم و بیشتر به او اعتماد میکنیم، با اطاعت کردن از کلام او و با دعا کردن به درگاه او و مشارکت با پیروان او رشد میکنیم و با دیگران نیز درباره او سخن میگیم و این گفته عیسی را به یاد میآوریم که فرمود: برکت خداوند بر شما باد. تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملت‌ها را تعلیم دهید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که احکامی را که به شما دادم نگاه دارند و به یقین همواره با شما خواهم بود حتی تا انتهای عالم.